میدونم از برنامه های ادیت فیلم پولی خسته شدی. یکی از برنامه های این بود که یا باید تبلیغ میدیدی تا اون بخش پولی برات باز بشه یا اینکه بیا یک هزینه پرداخت کنی و از امکانات پولی این استفاده کنی مورد بعدی که خیلی برنامه معروفی هم بود برنامه کپکات بودش که توی کشور ایران کلی ارور میداد کلی ترفند با میزدی تا بهش دسترسی داشته باشی یک برنامه ای هست پر از امکانات اما شلوغی‌های های خاص خودش رو داره و کسی هم که میخواست بره سمتش برای بار اول ادیت فیلم رو شروع کنه و یاد بگیره با کلی مشکل و محدودیت ها رو بود این استاگرام اومد برنامه اختصاصی خودش رو به صورت کاملا رایگان منتشر کرد. توجه داشته باشید به صورت کاملا رایگان یعنی نه تبلیغی پخش میشه نه هزینه قراره بدید فقط کافیه که این برنامه رو روی گوشیتون نصب کنید هم نسخه اندرویدش هست هم نسخه آی او میتونید به راحتی روی گوشی موبایلتون نصب کنید متصلش کنید به اینستاگرام خودتون به پیج اینستاگرام خودتون کاملا هم امن هست چون اختصاصی خود اینستاگرام دیگه خود اینستاگرام منتشرش کرد و ازش به راحتی هرچه تمامتر استفاده کنید ما توی این ویدیو قرار همین برنامه ادیت رو یک معرفی مختصری داشته باشیم تا کمی بیشتر با این برنامه آشنا بشید و یاد بگیرید که چطور با این برنامه کار کنید و بیایید توی حوزه ادیت ای فیلم و کارتون رو شروع کنید چون همونطور که میدونید اصر اصر دیجیتال هست و اگر بلد باشید میتونید یک درآمد عالی از این کار به دست بیاری. اگر آماده اید ویدیو رو لایک کنید اگر هنوز منو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید بدون اطلاف وقت بریم سراغ این ویدیو قبل از هر چیزی شما باید بیایید برنامه ادیتس رو روی گوشه موبایلتون نصب کنید حالا اگر گوشه iOS دارید توی اپستور اگر گوشه اندروید دارید توی پلی گوشیتون کافیه که سرچ کنید ادیتس و این برنامه با این آیکون و این اسم رو دانلود کنید و روی گوشه موبایلتون نصب کنید زمانی که نصبش کردید حتما سعی کنید به یه دونه وی خوب متصل بشید وارد برنامه ادیتس بشید وارد این برنامه که شدید ازتون میخواد که بیایید یکی از پیج های اینستاگرامی خودتون رو متصل کنید به این برنامه حالا چرا میخواد که شما بیایید و اینستاگرامتون رو متصل کنید بهش چون بتونید از ریلز هایی که بقیه مردم ساختن و توی اینستاگرام منتشر کردن ایده بگیرید از آهنگ های ترند اینستاگرام استفاده کنید و با بهترین کیفیت خروجی ویدیوتون رو بگیرید و مستقیم توی پیجتون منتشر کنید اما آیا اینکه برنامه ادیت باعث میشه که ویدیوهای ما وایرال بشن ویو لایک بیشتری بگیرن حقیقت داره یا نه این رو در ادامه بهش میپردازیم خب دوستای عزیز وارد محیط برنامه ادیتس که بشید یک چنین صفحه داره که توی بخش پروژه شما پروژه هایی که ایجاد میکنید یعنی اون ویدیوهایی که ادیت میکنید رو توی این بخش میتونید ببینید حالا یا میتونید کلا حذفشون کنید یا در آینده مجددا ویرایش کنید اونها رو یک بخشش رال هست کنید اضافه کنید هر کاری دوست داشته باشید میتونید انجام بدید اما اگر پایین صفحه رو دقت کنید یک سری گزینه ها وجود داره من اونها رو از سمت راست معرفی میکنم این گزینه که شبیه به آنتن حالا گوش موبایل هست اگر روی اون بزنید شما رو میبره به بخشی که میتونید یک سری آمار و اطلاعات از ویدیوهایی که قبلا توی پیج اینستاگرامتون گذاشتید مشاهده کنید مثلا اومده اینجا آخرین ویدیوهای من رو لیست کرده که اگر من بذارمش روی ویو میاد بیشترین بازدیدهام رو میاره که قبلا گذاشتم حالا من میذارمش روی همون آخرین ویدیوها و توی این بخش شما میتونید ویدیو هاتون رو ببینید و بازدید ها لایک ها کامنت ها اینکه چقدر شیر شدن اینها رو مشاهده کنید که یک چیز عادیه و داخل خود این اینستاگرام هم در دسترس هستش گزینه بعدیش که کاملا مشخص گزینه هست برای ویدیو گرفتن که اگر من اون رو انتخاب کنم میام اینجا و ویدیو رو میتونید حالا مستقیم رکورد کنید و یک سری قابلیت ها داره میتونید همزمان موزیک بذارید و از این جور موارد این بخش هم که بهتون توضیح دادم بخش بعدی که آیکون پخش ویدیو یا ریلز هست اگر این رو بزنید میاد یک سه از ویدیوهای ریلز های این که ترند هستن رو براتون میاره من حالا یکیشون رو انتخاب میکنم صداش رو کم کنم ببینید دوستان الان این یک ویدیو ریلز هست که برای من آورده میتونید اونها رو رد کنید و بر فرض مثال شما از این ویدیو خوشتون میاد از آهنگ این ویدیو خوشتون میاد پایین رو دقت کنید یک گزینه وجود داره برای استفاده از صدای این ویدیو شما میتونید یوز آدیو رو بزنید و اینجا یا کمرا رو انتخاب کنید یا گالری اگر کمرا رو انتخاب کنید میاد چهره خودتون رو میاره و این آهنگ روی چهره شما پخش میشه میتونید به صورت همزمان ویدیو بگیرید و ازش استفاده کنید یا اینکه میتونید بیاید از قسمت گالری ویدیوتون رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید یعنی موزیک این ویدیو رو بذارید روی ویدیو دلخواه خودتون رو انتشارش رو بزنید اما توی این بخش یک سری گزینه ها وجود داریم به اضافه رو که بزنید میتونید یک سری یادداشت ها رو اینجا بنویسید و در آینده ازشون استفاده کنید مثلا میخواید یک سناریویی بنویسید میتونید اینجا اون رو یادداشتش کنید توی بخش سیو ها ویدیوهایی که شما سیو کردید اینجا براتون میاد دوستان همون ویدیوهایی که توی اینستاگرام قبلا سیو کردید که بعدا ببینید یا بعدا ازشون استفاده کنید اینجا اونها براتون میاد اوکی توی بخش کالکشن ها هم یک سری کالکشن ها هست که فعلا برای من خالی هستش اما با هم دیگه بریم یه دونه ویدیو ایجاد کنیم ببینیم به چه صورتی هستش من میام وارد بخش پروژه ها میشم پایین صفحه سمت راست علامت به اضافه رو میزنم اینجا وارد گالری گوشی من میشه من حالا میام یکی از ویدیو هام رو انتخاب میکنم و گزینه اد رو میزنم تا ویدیو من اینجا اضافه بشه پایین صفحه رو اگر دقت کنید یک سری گزینه ها وجود داره که شما میتونید از این گزینه ها بیایید و استفاده کنید گزینه آدیو رو که بزنید میتونید بیاید قسمت ترندینگ موزیک های ترند این استاگرام اینجا براتون میاد که میتونید ازشون دوستان استفاده کنید با این حال اگر موزیک خاصی مد نظرتون هست میتونید توی سرچ رادیو این بالا اسم اون آهنگ رو سرچ کنید آهنگ رو براتون میاره و ازش استفاده کنید اینجوری بدون کپی رایت خوردن میتونید از موزیک های آهنگ های اینستاگرام استفاده کنید بخش تکسش رو که انتخاب کنید همون بخش تکس بود توی استوری اینستاگرام اون رو دقیقا اینجا براتون میاره فقط در حال حاضر شما نمیتونید از فونت های دیگه استفاده کنید یعنی بخشی نداره که شما بتونید یک فونتی رو بیایید و اضافه کنید من به عنوان مثال حالا می نویسم امینی وایتی یک سری فونت از پیش تعیین شده داره که میتونید از اونها استفاده کنید اینجا بخش رنگ هاش هست که میتونید رنگش رو تغییر بدید اینجا میتونید یک سری انیمیشن بهش اضافه کنید خیلی جالب هستش ببینید الان من اینها رو فقط سریعتر میزنم که حالا ببینید به چه صورتی هست میذارمش روی همین حالت باشه و اینجا سایزش رو هم میتونید بزرگ یا کوچک کنید و اینجا هم میتونید اندازه این متن رو قرار بدید مثلا من میخوام همین ابتداش این بیاد و شروع بشه در ادامه شما میتونید بیایید یک ویسی رو اضافه کنید مثلا صداتون رو با زدن این گزینه ضبط کنید و روی ویدیوتون قرار بدید بخش کپشن داره که متاسفانه فعلا از زبان فارسی دوستان پشتیبانی نمیکنه اگر ویدیو انگلیسی باشه به خوبی پشتیبانی میکنه زیرنویس ایجاد میکنه برای اون ویدیو اما از زبان فارسی همونطور که گفتم در حال حاضر پشتیبانی نمیکنه دیگه بخش اوورلی داره که شما میتونید از این بخش بیایید یه دونه ویدیوی دیگه روی این ویدیو قرار بدید دوستان که اینها رو حالا کسایی که قبلا با برنامه اینشات و کپکات کار کردن کامل متوجه هستن ساند افکت داره که اگر اون رو بزنید یک سری افکت ها براتون میاره به عنوان مثال من حالا یکیش رو پلی کنم اینجور افکت ها که شما میتونید ازشون بیایید و روی ویدیوتون استفاده کنید بخش دیگه ای که داره بخش کاتاوت هستش که شما میتونید کارکترتون رو از بگیران جدا کنید من کاتاوت رو که بزنم ویدیوم رو میام اینجا انتخاب میکنم یه کمی منتظر میشم و بگیران رو میاد کامل برای من حذف میکنه دوستان ببینید الان من بگیران رو برام حذف کرده اینجا ترک آبجکت رو میزنم تا مراحل نهاییش رو انجام بده و بگران رو کلا حذف کنه برایم که شما باز هم میتونید به راحتی از این قابلیت برنامه ادیتس استفاده کنید حالا من اینجا کنسل رو میزنم کاریش نداریم بخش استیکرها داره که یک سری استیکرها براتون میاره که میتونید از این استیکرها روی ویدیوهاتون استفاده کنید دوستان و ویدیوتون رو زیباتر کنید و کلی قابلیت دیگه که حالا وقت نیست توی این ویدیو من همشون رو یکی یکی معرفی کنم مثلا اگر خود ویدیو اصلی رو شما بیایید انتخاب کنید کنارش یک میکروفونی وجود داره که اگر شما بیایید این گزینه رو بزنید میاد و نویز صداتون رو بر فرض مثال اگر جای شلوغی هستید نویز رو بگیر و فقط صداتون پلی بشه میتونید ولوم صدا رو کم و زیاد کنید میتونید یک قسمتی از ویدیو رو اسپلیت کنید کات بزنید ببینید به عنوان مثال من این قسمت و این قسمت رو اسپلیت میزنم و اینجا دلیت رو میزنم به این بخشش نیاز ندارم حذفش میکنم بخش اسپید داره که میتونید سرعت ویدیو رو کم و زیاد کنید دوستان بخش فیلترها داره که شما میتونید یک سری فیلترها رو بیایید روی ویدیوتون اعمال کنید گیرین اسکرین داره که مخصوص دوستانی هست که با پرده سبز میان ویدیو میگیرن و گرین اسکرین رو که بزنید میاد پرده سبز رو به راحتی حذف میکنه بخش افکت ها داره که شما میتونید یک سری افکت روی ویدیوتون اعمال کنید و ویدیوتون رو جذابتر کنید دوستان بخش وایس افکت داره اکسترک آدیو داره که شما میتونید بیای با زدن اکسترک آدیو صدا رو از فیلم جدا کنی. و کلی گزینه های دیگه که خودتون باید کار کنید باهاش و بیشتر باش آشنا بشید در کل یک برنامه ای هست که زیاد شلوغ پلوغ نیستش که ندونی چی کار کنید تمامی گزینه ها مشخصه که چه کاری براتون قرار انجام بدن و در نهایت میرسیم به خروجی ویدیو بالای صفحه گزینه ای هست برای من نوشته 2K که اگر اون رو بیام انتخاب کنم میتونم کیفیت ویدیوم رو ببرم بالاتر و انتخاب کنم که با چه کیفیتی برای من خروجی رو بگیره میتونید رزولوشن رو بذارید روی حالت HD 2K یا حتی 4K باشه و کالر رو هم بذارید حالا روی SDR یا HDR دیگه بر اساس اون ویدیویی که رکورد کردید میتونید بیاید اینها رو انتخاب کنید و در نهایت بیایید اکسپورت رو بزنید و منتظر باشید تا خروجی شما آماده بشه زمانی که خروجی براتون آماده شد این ویدیو به صورت اتوماتیک توی گالری گوشی شما ذخیره میشه که شما میتونی حالا به صورت جداگونه بری اون رو توی حالا یه پیج دیگه یا همین پیجی که متصل کردی منتشر کنی یا اینکه بیای مستقیم گزینه شیر توی اینستاگرام رو بزنی و این ویدیو رو توی اینستاگرام هم منتشر کنی خب من الان برمیگردم میگردم میبینید که اینجا یک پروژه جدید هم اضافه شده که اگر حالا دستم رو جوش نگه دارم میتونم نامش رو عوض کنم یک کپی ازش بگیرم و یا حتی بیام دلیتش کنم در مورد اینکه به پای برنامه مثل این یا کپکاد میرسه یا نه از نظر رایگان بودن بله میرسه اما از نظر امکانات فعلا خیر برنامه این شات و کپکات امکانات فوقالعاده زیادی دارن فوقالعاده کارهای خفنی میشه باشون با انجام داد اما خب زیاد نباید فعلا گیر بدیم به این برنامه چون به تازگی منتشر شده و انتظار میره که در آینده با حمایت شما با انتشار نسخه های جدید تر های بیشتری هم به این برنامه اضافه بشه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت و سابم که دیگه مرامتونه موفق و پیروز باشید